به نام خدا، اسدالله تکستم، مؤسسه پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی. بعد از 11 سپتامبر، زمانی که افغانستان وارد مرحله جدیدی از حیات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی گردید و با شکلگیری نیمخام دولت با آرای مردم و شکلگیری جامعه مدنی و رسانه ها در افغانستان تانست که مردم افغانستان یک نظام دموکراتیک را تجربه کنه. بنان در نظام دموکراتیک که یکی از مؤلفه هایش هم قانون اساسی است، قانون است، باید او مراعات شود. در رده اول البته قانون باید مراعات شود که خود قانون هم ضمانت اجرای حقوق است. بنان دولت هم مکلف است تا قانون بالای تمام اتباع افغانستان بدون در نظر داشت مسائل منطقوی، مذهبی و قومی و لسانی، بدون در نظر داشت تبعیض تطبیق کنه. که امروز ما شما شاهد هستیم دولت فعلی افغانستان دم میزنه که باید تطبیق عدالت اجتماعی قانون بالای تمام اتباع افغانستان و توسط اونمو ارگان های مسئول صورت بگیره، که با تاسف امروز در اینجا دولت میتون از خود خلای کاملا بزرگ نشان بده که ما شما شاهد هستیم در بسیار از نقاط از افغانستان عدالت، قانون و حقوق مردم تومه مصلحت ها و سلیقه های شخصی میشه. بنابراین ما فکر میکنم دولت فعلی اگر قرار باشه به خاطر بهبودی وضعیت افغانستان فکر میکنه، اگر به خاطر بهبودی وضعیت ملت رنجدیده افغانستان فکر میکنه، یگانه راهکاری که میتونه مردم افغانستان از این همه مشکلات و بدبختی ها نجات بده، او تطبیق قانون است، تطبیق عدالت اجتماعی است و که میتونه مردم افغانستان وارد مرحله خوبی از حیات سیاسی و اجتماعی بکنه، که بتونن مردم افغانستان با در نظر داشت موارد زندگیشان را به شکل درستش بکنه. که با تاسف امروزه مردم افغانستان باید در بینشان عدالت تطبیق شود که نمیشه. یه هم از مشکل عمده دولت است که دولت افغانستان هم با در نظر داشت قانون اساسی افغانستان مکلف است تا عدالت اجتماعی را در بین مردم افغانستان تطبیق کنه که نمیکنه. بنام خواست ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان یک دولت دموکراتی است که عدالت اجتماعی را، حقوق شهروندی مردم و اونمو قانون اساسی را که امروز ما میتونیم به عنوان یک وثیقه ملی، به عنوان یک وثیقه ملی در پرتو از او زندگی خود را ادامه بدیم، البته با در نظر داشت مسائل قانون شرعی، باید مراعات کنه و بالای تمام مردم افغانستان به شکل یکسان تطبیق کنه. زمانی که قانون تطبیق شد و حق به حقدار رسید، عدالت اجتماعی در بین تمام اتباع افغانستان تامین شد. بنابراین به نظر بنده مشکلات داخلی که مردم افغانستان فاصله میگیره از دولت دور میشه و میتونه مردم افغانستان از این چالش بزرگ، از این مشکل بزرگ رهایی پیدا کنه.